برنامه من به ازای برو هستم درزم خوش آمده خیلی بچه ها خیلی ممنون بچه ها از ایران و از دوروبر دنیا اومدن اینجا هستیم با هم در این خاک غربت جاستینا برای ما میخواند ایشون 10 خورده ساله که میخواند چند 20 سال نه؟ دیگه همون 10 سال آهنگی که میخواییم براتون اجرا کنیم داستان جالبی داره اونم اینه که من این آهنگ رو به خاطر یک رقصنده نوشتم توی جمع بودم که تمام رقصنده ها بودن و اون رقصنده به من گفتش که خیلی دوست داریم که یک آرتیستی راجع به رقص یک موزیک بده بیرون که حالا احوال ما رو در واقع بازگو بکنه و چون من خودم هم عاشق رقصیدنم یکی از آرزوهام رقصیدنه که یه رقصنده خوب بشم تونستم که این کار رو بنویسم و خودم خیلی دوست داشتم و خیلی متفاوته نسبت به کارهای دیگه. اوکی بریم. میرخسم دنیا انگار برام وایساده گفت میرخسم همه دردا از تنم پاک شد و مرد میرخسم همه میخندن و من میرخسم همه سر در برف مثل کپکن و من میرخسم بی پردم انگار لرز تن من به خود میلرزن میمرزم همه خاکای زمین زیر پا میلغزم بی حدم میخندم میخندم ببین از اینجا تا آخر دنیا که برم میرخسم ببین از اینجا با آدم و عالم که بخوام میرخسم این فرقه بین تو و من دیوونه یه رقص این سخته که تو میخندی به اندام بدم میفهمه اون که مثل من از این دم فقط میرخسه میجنگه اون که از بودن من میترسه بیشرمه اون که آواز منو میرخسه اون که میساز دلو میارزه برس 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 امشب و بی خوابی میخوای تکون بدی دنیایی که زیبا نیست تو میرخصی با این موزیک ای پاپی قلب تو نشون بده نشون بده بیداری حال من یه روزایی خوش نیست یه وقتایی نمیاد خورشی ولی من هر جوری که باشم میرخصم تا میخونه امی میرخصم تا میخونه امی میرخصم تا میمونه امی میرخصم تا میمونه امی این میان یه دست صدا نداره بچه دست بزنید چون برای توی کشوری هستیم که زمانی چپ و کمونیست بوده برای همدیگه دست بزنم سپاس بسیار من عاشق آهنگم خیلی قشنگه مخصوصا که با صدای تار و تنبک بسیار زیبا اجرا شد و چون میدونم میخواین آهنگای بسیار زیادی رو میخواین اجرا کنین فرصت برنامه هم کمه من فقط اومدم یه خودی نشون بدم یه ارزنده میکنم نشون بدم که از ایشون قدم کوتاه‌تره و به خصوص بدونش از ایشون کوتاه‌تره جاستینا برای ما میخواند و میگوید و معرفی میکند آهنگ بعدی حیفه که نمیدونم که این مصاحبه پخش میشه ولی تا الان هنوز خودت آهنگ اصلی پخش نشده این اولین اجرای زنده از این آهنگ دو بخش داره بخش اول شعر ملودی با من بوده بخش دوم از جامین بوده آهنگسازش هم جامین بوده تنظیم برای اجرا حسام جبریلی بریم
درنده است، با این که قلب جا مونده ولی روشن و جای زخمم هست. دیگه نمیتونم برگردم، بگو چرا همش باید رفت. تو غروب جامم هم ولی خاطراتو یادم هست. دیگه نمیتونم برگردم، خیلی شرمندم، نشد بمونم تو خونه چون هنو رو میزه بروندم. دیگه نمیتونم برگردم، پشت میره نگو جنگندم، عاشق خونه میمونم از تو اگه باشه جنم. دیگه نمیتونم برگردم، دیگه نمیتونم برگردم، دیگه نمیتونم برگردم، آزادی یه وقتایی تلخم است. دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم، نه دیگه نمیتونم. حرفشم نزن که سخت، من دلم ازش شکسته، هر چقدر بگم به من چه دست من نیست، دست سر نوشته بعد نوشته. حیف حیف، باورم نمیشه رفتم، آخرم که ریشه کندم، همون وقت که ریشه کردم ساقمو با تیشه کندم. هی شکستم، حیف عشقم، حیف هی. ته دلم می منتظر سالی، بعد این شب سرد میرسیم به سو. سپاس سپاس آقا، بسیار زیبا خوندی. شما چند تا هم عدسه کردم بچه ها، صبرم اومد. شما چند تا آهنگ خودتو داری جامین؟ آره دارم. چند تا هست داشته داشت؟ دارم 7-8 هفتش دفتری داری دیگه. دفعه بعد برنامه با ایشونه، شما با اینجا پشت وایسی کلید بزنید. ماشین حتما صدای دوم به قول شما بک وکال. بله ما چی بگیم دیگه، ما باختیم این چیزو این ادبیات باخت. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. شما سازای کوبه ای تنبک هم میزنید درسته؟ بله. فرصتی خواهد شد، شما نگران نباشین، برای ما تنبک خواهین زد. فهم من دوست دارم که برم با جاستین یک صحبتی بکنم، خیلی بشینیم خسته شدیم حرفای بسیار دیم، بعد برمیگم که آهنگ خیلی زیبا و معروف جدیدت هست که تنبک تار و تمام سازها و توانایی های این گروه و اساتید رو در این آهنگ بعدی خواهیم دید. فعلا میریم میشینیم با عزیز شما. خیلی متشکرم بچه میمونست بشینیم اینجا که بینن این و رسیده این خبر هست. این چیزایی که اینجا ریخته باید شده که چیزایی که اونجا داریم اونجوری جلوه کنه. این پشت صحنه هست. جسته گفتیم بیا بشین روی یه تیکه، گفتیم صحنه بسازن، یعنی ساختن یه تیکه از یه صحنه است. یعنی که میرن بالاش وای میسن میخونن، چیزی که تو سالها ازش محروم بودی در ایران. و این به نفع شد یا به ضرر شد؟ هم نفع داشت هم ضرر داشت. ضررش این بود که خب ما همیشه باید زیر زمین خواننده میبودیم، به دور از دیده ها. بله دقیقا. و همین یک سال پیش بود که
به قول معروف اومدن گوشم رو گرفتن گفتن چیکار میکنی؟ تازه این همه سال خیلی زودتر و گوش رو میگرفتن زودتر نگرفتن چون معتقدن که ما میذاریم که مدارک جرم جمع بشه پرونده خوب آره پرونده خوب آفرین دقیقا پرونده این که برمن درست کردن اندازه دوتا آجر بود آره اصلا اولا که گرفتن من خیلی خنده‌دار بود یعنی من یه لحظه کردم شاید جاسوسم خودم خبر ندارم اون در واقع اون حمله‌ای که به خونه ما شد و اینکه همه جا رو گشتن و نمیدونم منو احضار کردن که برم یه جایی که معلوم نبود اصلا کجا بود و سه روز روزی 5 ساعت ازم بازجویی شد و همش این بود که چرا این آهنگو خوندی چرا اون آهنگو خوندی این آهنگایی که خوندی پولشو ازش پول درآوردی فرانسه که رفتی فستیوال اونجا بهت چی گفتن بهت چی دادن در واقع جوری منظورش این بود که مثلا ازت چه کاری خواستن انجام بدی بر علیه ما داره در ازاش بهت چی دادن گفتم والله به من یه تیشرت دادن فقط اونجا پس این پرونده و جرم تو به هر حال خوندن دیگه نخوندن جرم تو در واقع جرم آخر من خوندن بود چیزایی که به من زده بودن توهین به حکومت توهین به دین که حالا اسمای قانونیشو من نمیگم خیلی راحت میگم که مردم متوجه شن تشویق احزان عمومی به فساد به خاطر عکسایی که تو اینستاگرام میذاشتم بدون حجاب بود و خیلی جالبه که از بابای منم تعهد گرفتن چون بابام تمام در واقع ویدیوهایی که من جمع کردم همش تو ایران بود دیگه موزیکا همه چی دستگیر قاعدتا بعد ممنوع خروج هم بهش میچسبیدیم بله اول که ممنوع ورود بودم که در واقع یعنی پاسپورت هم از من گرفتن جایی ثبت نشده بود چون کار اون مامورها غیرقانونی بود و بعدش من خیلی شانس آوردم البته اونا منو گرفته بودن به خاطر برنامه خودشون چون من خیلی جالب پیشنهاد دادن که بیا و با ما همکاری کن بیا مثلا راجع به حجاب بخون راجع به استکبار جهانی بخون و منم گفتم که من چیزایی میخونم که به مربوط باشه و بهش باور داشته باشم نه چه به شما مربوط باشه دقیقا ولی خب در این حال اگرم میخواستیم سو بخونیم چون برها سر زن تنها تا اونجایی که میدونیم اتفاقا خیلی بر من جالب بود که اینها گفتن بیا با ما همکاری کن راجع به اینا بخون من متاسفانه اون موقع آره ممکنه چون به من میگفتن که آره بیا با ما همکاری کن ما تو رو توی بازیگری به درجات بالا میرسونیم چون من رشته تحصیلیم تئاتر بوده دیگه تو دانشگاه درسته و تو هم بازیگری کردی اصلا تو ایران بله من توی در واقع چند تا فیلم کوتاه بازی کردم و چند تا هم تئاتر روی صحنه بازی کردم آره بعد اینکه گرفتم گفتم خب حالا چیکار کنم برم پس برم بازیگری بدم تو گوره سنی 20 بودی اون موقع که بازیگری میکردی تئاتر اینا والا چون گوره سنی 30 هستی درست من بله 30 البته بهمن 30 تموم میشه دیگه میرم تو 31 هنوز به بوتاکس نرسیده کارت ببین تو من نگاه کردم تعداد خیلی بالایی تو آهنگ ساختی و داشتی و خیلی اصلا کمتر به گوش کسی رسیده دلیلش مقصر میخوای بکنی نه اصلا کسی مقصر نیست چون من میتونستم اصلا اولی که شروع کردم سبکی رو انتخاب کنم و موضوع رو توی انتخاب بکنم که در عرض یک سال بتونم به قول خودمون بترکونم آره و همینجوری تونتون موزیکای هیت بدم آهنگای هیت بدم و دیگه به قول معروف طول نکشه اینقدر ولی خب من اصلا موقعی که شروع کردم نمیگم شهرت رو دوست ندارم چرا خیلی دوست دارم قاعدتا به خاطر اینکه برای اینکه حرفمو بتونم برسونم به تعداد آدم‌های بیشتری باید معروف باشم تا بتونم این کارو بکنم و به خاطر همینم به قول معروف سعی کردم این بالانس رو همیشه نگه دارم یعنی اول حرفامو آره بیشتر حرفای دلمو میذارم در کنارش کارهایی هم دارم که باز طبق استانداردهای خودمه ولی یه جوری هست که آن پسندم هستش تو خیلی هم آهنگایی رو میخونی که کاملا کارنامته غریبه مرز فرصت اینا تقریبا میشه گفت سرخطای زندگی خودم هم میتونه باشه دقیقا اتفاق برام افتاد فرصت میخواستم نشد فرصت دادیم بگیریم چیکار کنیم کیف شد من میرقصم اصلا زشت مرد اینجوری برقصه من خوب بعد دوستم برقصم بعد خسته میشم تنم درد اینا چه داستانش در اصل تو یه شاعری هستی که شعرات اجرا داری میکنی بله اینجا باید فکر کرد بله دقیقا آره و چیزی که منو خیلی ناراحت میکنه اینه که
ما به خاطر یعنی ما هنرمندها فرق نمیکنه تو بقیه همه رشته ها تو یک سیستمی هستیم که فاسده از ریشه فاسده. یعنی چی؟ چون دو دقیقه بیشتر روی این وقت نیست. آره. یعنی ما تو یک مملکتی زندگی میکنیم که حکومتش قوانینی داره برای انحصاری کردن شما به عنوان یک فردی که میتونی خلق بکنی، حالا چه از نظر اقتصادیه چه از نظر هنریه چه فرق نمیکنه. یعنی وقتی میبینه شما داری خوب کار میکنی انحصارت میکنه برای خودش، و وقتی تو رو انحصار میکنه به تو میگه که تو اگر میخوای بیشتر پول در بیاری باید این کارهایی که من میگم بکنی. خب یه سری ها قبول میکنن و یه سری ها قبول نمیکنن و گوشه گیر میشن چون دیگه کاری براشون نیست، یا اگرم هست حتی اون دلیلش رو میگن که قانون اینه تو باید طبق قانون، یعنی چارچوب تو محدود در این. بله ولی قانونی که غلطه، قانون بردهداری هم زمانی قانون حساب میشده ولی برش داشتن، درسته؟ پس یه سری قانون ها ما داریم که غلطن و باید برداشته بشن و باید تغییر بکنن. و میگم یه سری این تو کدوم آهنگته؟ این هنوز توی چه آهنگی رو زدی؟ ایده آهنگ بعدیه. بله حتما. قانون یعنی. آره و مخاطب ها متاسفانه مشکلات ما رو نمیدونن. مخصوصا ماهایی که غیر مجازیم و مجبور شدیم خارج شیم از ایران و درآمدی نداریم واقعا. یعنی حتی الان پولدارترین خواننده های ایرانی هم بعد از سن 50 60 40 سالگی تونستن پولدار بشن، ولی خیلی بده واسه مارکت موسیقی ما. شما با دنیا که مقایسه بکنید می‌بینید تمام برای اینکه کشور از هم جدا شه، اونا تو کشور خودشون زندگی کنن، موسیقی آزاده، داستانی داره که فکر کنم ما فعلا به خواب ببینیم. بله دقیقاً مشکل همین چشمان رو ببندیم با خواب ببینیم. مشکل همین چشمان بسن که از ویدیوهای تو رو ببینم. چند تا ویدیوهای تو نمونه هاشو میشه ببینی؟ آره حتما. خیلی ویدیو ساخته با کلی ویدیو ساخته. بله همش هم تو ایران بودن. چرا در میری سنت جنس خودم اعتقاد دارم، من به سادگی و زیبایی و اعتماد دارم، نه مهم نیست اگه طرفم رو نداری، نه مهم نیست اگه عدو من رو دراری، نه مهم نیست اگه برد میادش دنیا به هم یه دختر بده که هرچی نداشتم و بهش بده، میخوام هرکی که نیستم و بهش بگم، کاش دنیا به هم یه دختر بده که بهش بگم چجوری محکم بره بغض نکنه جلوی و همه صف بستم مثل شنیدن صدا مده از دست به سینگ فرصت برام که کلماتو مثل تسی ذکرش کنی مغز پوسیده تو به صدام گرفرش کنی یه رفیقی برام که دوست دارم چشماتو ببینی الان که چه برقی داره وقتی نگام میکنی آینده رو باید بچینی برام کناره همه چی فرق داره بسر دنیا مثل تو رو کم داره بفهم این چیزا که میخوام بگم تحقیر نیست بفهم حرفایی که میزنم یه تهدید نیست ببین جنس زده من برا ادامه یه نسل همه چشما به تو همه دعا به دور شکم مادری که میخواد منقلب کن اگه تو بیرون بیا دنیا رو مسترب کن عشقامو نبین ما مثل همین من باید بخندم بهتر رو بفهمم ما جاستینا هستیم اینجا در گرجستان راجع به ایران می‌خوام حالا صحبت کنیم. الان اینکه صحبت می‌کنیم تقریبا یک سالی است که اومدی گرجستان ماجرا که بعد از اون اتفاق دستگیری که براش شد اینجا مرزها باز بود. اخیراً گرجستان برای حفظ ایرانیا در خاک خودش اون روش بین‌المللی عدم سوء پیشینه رو می‌خواد. بله. خب؟ بله. و تو هم جز کسی این ازت خواستن و اگه نشه برگردی ایران. آره آخه من یعنی کشوری که خودش سوء پیشینه است چطور میشه ازش عدم سوء پیشینه خواست؟ پس چیکار کنیم حالا؟ به نظر من باید بچه‌رو کی میخواد صندوقش عوض کنه حالا؟ باید با گرجستان باید به قول معروف یه خورده قانوناشو یه ذره بالا پایین کنه، یه سری باگ داره به نظر من. اگر میشنوید دوستان گرجی این کار بکنید. من کلم باگ هم میفهمم. من باید شد تو منو بیرون کنم وردنگی من رو ندفت. با جاستینا نشستیم در این صحنه در گرجستان در این استودیو. و خوشحالم که تو رو اینجا میبینم و اینجا میتونیم کار ضبط کنیم. مدت زیادی روی این برنامه کار کردیم ماها. بله بله خیلی زیاد. و لطف کردم بچه ها قدم رنجی که از ایران هم اومدن که این کار رو جمع کنیم و اجرا کنیم برای. بله. جاستینا برنامه میخواند آهنگای بعدی رو خودت هم معرفی کنم. من دیگه میشینم اینجا نگاه میکنم. بله خوشحالم بفهمید. جاستینا. آهنگ بعدی آهنگ هجومه که همه کاراشو جامین کرده. قسمت رپش رو من نوشتم و خوندم ولی بقیه کاراشو جامین انجام داده و موضوعی که داره
فکر میکنم یه موضوع جهانیه و برای صلح خوندیمش. امیدوارم که لذت ببرید. هجوم سایه های سر، هجوم ناله رگبار، مصیبت وار میگرین تموم چشما صد بار، هجوم زخم بی مرهم، خیال مبهم پرواز، چه آهنگ غم انگیزی، صدای خوش هر ساز، هجوم ناله بی صدا، مطر سک های بی مسلم، تموم روزای خوب، همه در حالت پس رفت. یه بچه تو قاب عرش نصب میشه، تو خونه هامو دست به دست میکنی گریه، میکنم گریه، چی شد این درد گرفته تا استخون، میرسیم تای خط، نکن دست راست نیست منجیل داستان، نباش حقیقت توی و من به جاش، چشات رو واکن بعد به تاز، با یه دست قشنگ نیست داشت کف بزن، ما میشیم یه جمعیت، یه روزی میاد که هم خوب باشم، من میگم اسیر حرف نشیم، عمیق در نشیم، دستامونو بگیریم حریف هم نشیم، دلیل غم نشیم، نش خیست چشم ما در آب و تای جی، پر باشه پول و ساعت ها، کند بگذره اون به همه خوش بگذره، سول شده بغض باید بشکنه، بریزه رو سر دنیا، بده عشق به همه، آره بده عشق به همه، این آرزوی قلبمه. هجوم درد بی خوابی، همه آماده باش مرگ، تموم فصل ها پاییز، تموم آسمون بیرنگ، هجوم ترس های تلخ، صدای نره خاموش، تموم میش ها گرگ و تموم گرگ ها خرگوش. آخرین آهنگی که اجرا میکنیم آهنگ مرز به آهنگسازی علی مجیدی عزیز. من خودم خیلی دوستش دارم و زمانی که از ایران خارج شدم نوشتمش و در واقع تمام دردهایی که به خاطر اینکه از خونم دورم حس میکنم و روی کاغذ آوردم که مرز شد.
رفته. حافظم خراب بود، سراب بود، گذشته عذاب برام، روزای خوبشن و یادمه و تنگ میشه دلم برا همه چی همه جا. کاش برگردیم سر جامون و از چین به بند ناف، دورم از خونه، ذوقم تو خیابوناش جامونده، این روزا از فردای من وامونده، من هنوز تو تقویمای سالای قبلم، منو بیدار کن دلم خواب مونده، زخمای کهنه عروزای بد منو میسوزونن وقتی تو مرور حافظمم، نه حالمو دارم نه فردای خوبو، من غرق شدم تو این روزایی که دیگه دورن ازم. مادرم چرا من دورم ازت، تقدیر نباشه من ببینم تو گورو کفن، آدمایی هستن حریصن به حقت، حریصن به عقلم، دستاشون بر شده از خون و زور و حقم. چی میشه فردای من که میگه من غافلم، نکنه بپوسیم تو این چشمه آب لجن، نکنه بمیریم و نبینیم که خوبه همه چی نور تا این غار عمیق. بیدار شو یار دوستانی من، به نخ خیمه شب بازی ما تیغ بزن، چیغ بزن، گشنه های دل و دین کی قرار سیر بشن، یار دبستانی من، تیغ بزن، جیغ بزن. هیچ جای دنیا خونه نمیشه برام، هیچ جای دنیا خونه نمیشه برام، نگو مرز و بردار عجیبه برام. خاطراتم بس چی، یاد یارم بس چی، روزای عمری که برباد دادم بس چی. هیچ جای دنیا خونه نمیشه برام، نگو مرز و بردار عجیبه برام. خاطراتم بس چی، یاد یاران بس چی، روزای عمری که برباد دادم بس چی. نگو من برم که رفتم، حقم ندارم بگم از دردم، پس سهم من چی عبارون وقتی نمیاد رو خاک درندش. من خیلی صبر کردم رفتم راهیو که برنگردم، ازش شک کردم بعد رفتم فرق کردم، پوستم کلوفن که اگردن شد موندن چی و عوض کرد. خب نگو چی کار باید خودت بسازم، این فردا رو اندو کی میگیر افکار رو از تو. نیلوفر خوبه ولی مرداب نه، یه فریاد باش تو این غوغا، پس من با امید برگشتم رفتم از اون خاک بد و افسانش. من با امید برگشتم رفتم از اون خاک بد و افسانش.
بسیار عالی، سپاس سپاس. برنامه به پایان رسید. خواهش میکنم، خیلی ممنونم که با هم جمع شدیم. ما مدت ها روی این کار کردیم، روی این برنامه اجرای زنده آهنگ های جاستین رو برای اولین بار بفهم. خجالتی ها بیان، بچه های تیم بشین فقط بعدش ما چیکار کنیم؟ یه بای بای بکنیم با همه. خب انگاه خیلی جدی بود، نمیشه این کار رو بکردن. چیکار کنیم؟ امره اره؟ بس آره سپس و این بود نوبتی بریم. خیلی متشکر، این برنامه این هفته ما بود. تا برنامه بعدی ما فعلا میریم به سوی سرنوشت بعدی. شما بفرمایید، سرنوشت در انتظار همگی ما هست.